آغاز پیشرفت در امارات متحده عربی از امارت دبی بود که اتفاقا امارت دبی از نظر منابع طبیعی در وضع ضعیف‌تری نسبت به سایر امارات‌ها بود. خب خدمت شما عرض کردیم که دو کشور با فرهنگ مشترک دو مسیر کاملا متفاوتی رو رفتند. ممکنه سوالی برای عزیزان پیش بیاید که احتمالاً امارات متحده عربی چون ذخایر نفت نسبت به جمعیتش بسیار بالاتر از کشور ما بوده، نه اینکه ذخایر نفت امارات عربی بالاتر باشه، ولی نسبت به جمعیت اندکی که امارات عربی متحده داشته، همین باعث شده که از نظر معیشت به سرمنزل مقصود برسه و بسیار پیشرفت کنه. واقعیت این است که این ایده درست نیست. یعنی آغاز پیشرفت در امارات متحده عربی از امارت دبی بود که اتفاقا امارت دبی از نظر منابع طبیعی در وضع ضعیف‌تری نسبت به سایر امارات‌ها بود و به همین دلیل بود که فرهنگ تجارت در امارت دبی حاکم شد و بعدها تسری پیدا کرد به امارات‌های دیگر. تا همین چند سال پیش هم اگر شما از امارت دبی به امارت ابوظبی می‌رفتید که امارت ابوظبی هم پایتخت امارات متحده عربی هست، هم نفت امارات متحده عربی، بخش عمده نفت امارات متحده عربی در امارت ابوظبی تجمع پیدا کرده، می‌دیدید که سطح معیشت و سطح رفاه و سطح رضایت در امارت دبی بسیار بالاتر از امارت ابوظبی و امارات‌های همسایه بود. بعدها که هم امارت ابوظبی هم سایر امارات‌ها مثل امارت شارجه، مثل ام القوین، مثل رأس الخیمه و فجیره و سایر امارات‌ها که تصمیم گرفتند که از دبی بیاموزند و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی خودشون رو به همان صورت دبی جلو ببرند، دیدیم که این امارات‌های دیگر هم رو به پیشرفت گذاشتند. بنابراین اصل این نیست که چقدر شما در کشورتون منابع طبیعی دارید. واقعیت این است که کشور ایران به همراه کشور دوست و برادرش ونزوئلا بالاترین ذخایر نفت و گاز دنیا رو در اختیار دارند. ولی این دو دولت به دلیل اعمال سیاست‌های نادرست، به دلیل سیاست‌های ضد تجاری، متأسفانه الان درسی برای کلیه مردم جهان شدند به عنوان اینکه ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان. امیدوارم اگر قرار هست که ما سرمنشأ تحول در دنیا بشویم، اگر قرار هست سرمشق مردمان باشیم در دنیا، اینطور نباشه که از سیاست‌های مخرب ایران سایر کشورها درس بگیرند. چقدر بهتر خواهد بود اگر ما میتوانستیم مثلا در جهت کنترل تورم به خوبی عمل کنیم، مثلا یک محیط تجاری سالم رو به وجود بیاوریم، مثلا یک محیط شاداب رو به وجود بیاوریم که به جای اینکه جوانان ایرانی به هر کشوری از دنیا که بتوانند مهاجرت کنند، مسیر مهاجرت برعکس بود و جوانانی که پدران و مادرانشون مهاجرت کردند، ای کاش یه روزی به سرزمین مادری باز میگشتند و علاوه بر اونها ای کاش زمانی پیش بیاید که جوانان سایر کشورها هم رغبت داشته باشند که به ایران مهاجرت کنند. باز ادامه خواهیم داد.